سلام وقت به همگیتون بخیر ببینید که من چطوری 5 تا تخم مرغ رو به همراه 4 تا قاشق غذاخوری شکر اول یه دقیقه با دست و بعد با همزن برقی هم میزنم تا رنگ و بافتش این شکلی بشه این آرده باید اونو علک بکنیم پنج قاشق نمک بیکین پودر وانیل و پوست لیمو سی ثانیه دیگه اونو مخلوط بکنید و بذاریدش کنار یه قالب مستطیل شکل این شکلی بیارید کفش رو چرب بکنید کاغذ روغنی بزنید اضافه ها رو ببرید دوباره یه کوچولو بالش رو چرب بکنید مای کیک رو بریزید و بذارید بره توی فرباس خودش اینجا رو ببین وقتی از فر در میاد باید بذارید کامل خنک بشه خامه قنادی رو اول یه کوچولو با دست هم بزنید تا به این مرحله برسه حالا ببینید من چطوری به این کیک شکل میدم میخوایم شکل رولت بگیره از دو طرف تا بکنید و بعد اونو رول بکنید و همونطور بذارید تو حالت رول بمونه بریم سراغ خامه حالا با همزن برقی خوب هم بزنید تا فرم بگیره این شکلی بذاریدش تو فریزر شکلات تخته ای تخت رو توی یه کاسه به روش بنماری روی کتری آب جوش بذارید کاغذ روغنی رو جدا بکنید خیلی آروم وقتی تو این مرحله رسیدن شکلاتا ها کررم اضافه بکنید باعث براق شدن سس شکلات میشه اگه دوست دارید سس شکلاتتون روی رولت ببنده شیر و اگه دوست دارید نرممون بمونه خامه رو بهش اضافه بکنید و تمام بذاریدش کنار کیک آماده است خامه آماده است شکلات آماده است حالا نحوه درست کردن رولت رو ببینید دقت و تمرکز مهمترین فاکتور درست کردن رولت تموم شد بغلاش هم جمع بکنید سس شکلات رو توی پارچه کوچیک بریزید و این شکلی بریزیدش رو رولت عالیه حالا باید حداقل به مدت یک ساعتون رو توی یخچال بذارید و تمام حالا اینجا رو ببین mm